پایگاه شاروی، پایگاه مادره. کوانتوم ها به پرواز در میومد. زدن فوتبال مهرآباد باندهای پروازیش در تر بود. بعد از ظهر بود که حمید نعمتی را دیدم. گفت مأموریت تو بمباران بیت امام و رادیو تلویزیون است. باید میرفته جماران بمباران میکرده که میاد خونه شب قبل از عملیات، آنچنان منقلب میشه که مادرش متوجه میشه و نهایتا مادر میگه من شیرم حلال نمی کنم اگه نری بگیر. آثار بیخوابی، خیابانگردی، خستگی و سراسیمگی در او پیدا بود. حرفش را مرتب و منظم نمیزد و من مجبور بودم مکرر از او سوال کنم. نیمه شب آمد در خانه ما رو زد و گفت که این کودتا دارد در ظرف 24 ساعت آینده انجام میگیرد. افشاگری این خلبان وطن پرست خبر از کودتایی میداد که هدفش بمباران بیت امام راه، رادیو تلویزیون و دفتر نخست وزیری و بسیار از مراکز حساس کشور بود. می‌خواستن که انقلاب از بن به صلاح ساقط بشه. زدن فرودگاه مهرآباد باندهای پروازیش در طرح بود. مجلس شورای ملی بود، یکی از هدفان بود. هدف دوم هم به پادگان اشتات آباد بود. طراح اصلی سازمان سیا بود با هماهنگی موساد و استخبارات عراق و مرکزیت این کودتا در پاریس بود و آمریکایی‌ها هماهنگ کرده بودند با کشورهای عرب مرتجع منطقه، هماهنگ شده بودند. تمامی این عوامل دست به دست هم داده بود یک کودتایی شکل گرفته بود. پشت این نقاب چهره‌های آشنایی بود که مردم و انقلاب با دشمنی‌هایشان آشنا بودند. یک ستاد تاکتیکی در عراق پیش‌بینی می‌کنند با فرماندهی ارتش بود اویسی، یک ستاد در عمق کشورهای دشمن به ریاست شاپور بختیار در داخل کودتا را طراحی کرده بود. اگر الان از قطب شمال تا جنوب کسی به من کمک بکنه برای براندازی خمینی، این چیز را میپذیرم. این کودتا چنان دقیق تحریزی شده بود که سازمان سیا موفقیت آن را قطعی میدانست و حتی اعلامیه‌های پیروزی آن آماده شده بود. ضربه اول قرار بود توسط نیروهایی زده بشه، بعد نیروهای زمینی و دیگر نیروها. نزدیکی به تهران، دور از شهر و مردم و داشتن خلبانان زبده از مهمترین علت‌های انتخاب پایگاه هوایی شهید مژه بود. مهدیان و محققی از افسران و فرماندهانی بودند که قبلا در پایگاه شهید نوژه فعالیت داشتند، به منطقه آشنایی کامل داشتند. در عملیات ضد کودتا خود ارتش با همکاری سپاه همدان وارد میدان می شود و رویای بختیار و حامیانش را برباد می دهد. خود نظامیان و ارتشی های متدین اون پایگاه بیشترین نقش را داشتن در خونسا کردن اون کودتا. دهه 60 دهه مظلومی است، دهه تعیین کننده سرنوشت ایران ایرانی که در آن پیوند مردم و رهبری نقاب از چهره شیطان بزرگ برمی‌دارد.